نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، و جعفر پناهی، کارگردان سینما، روز جمعه 5 آبان ماه به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف انتخاب شدند. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف، جایزه پارلمان اروپا به دلیل آزادی اندیشه است که هر ساله به تعدادی از فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. این نخستین بار است که این جایزه به دو ایرانی داده می شود. یک عضو پارلمان اروپا که خانم ستوده و آقای پناهی را برای این جایزه نامزد کرده بود، گفته که این جایزه سیگنالی قوی از سوی مردم اروپا به مردم ایران است تا بدانند که اروپا آنها را فراموش نکرده و در جریان تلاش روزانه آنها برای احقاق حقوقشان است. نسرین ستوده که به 6 زندان محکوم شده، از 10 پیش تا کنون دست به اعتصاب قضا زده. روز دوشنبه به خاطر وخامت حالش به بهداری زندان اوین منتقل شد. رضا خندان، همسر این وکیل زندانی، پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که فشارهای وارده بر خانواده خانم ستوده او را وادار به اعتصاب کرده. الان بیش از 3 که من دادستانی مراجعه میکنم، ملاقاتهای حضوری ما رو، تقاضاهامون رو رد میکنن، خانمم تقاضا میده رد میکنن. همه اینها به کنار، کلن فشاری که روی خانواده هست و تهدیداتی که خانواده همه ماها داریم میشیم، به نوعی که منجر به ممنوع الخروجی حتی دختر 12 ما شده، همه اینها باعث شده که خانمم تصمیم بگیره که اعتصاب قضا کنه. جعفر پناهی، کارگردان مشهور سینمای ایران، دیگر برنده جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا است که به 6 زندان و 20 محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده و هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است. آقای پناهی که از حامیان جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 است، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق اقدام به ساخت فیلمی در مورد انتخابات ایران محکوم شد. اعلام این حکم با اعتراض هنرمندان و کارگردانان سرشناسی در سراسر جهان روبرو شد. پیام های او به جشنواره های سینمایی خوانده شد و صندلی خالی به یاد او گذاشته شد. This chair is empty, ladies and gentlemen, and I guess most of you know why. جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا ساخاروف به نام آندرئی ساخاروف، مخالف سرشناس روس، در زمان حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی نامگذاری شده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.